در آخر همه تلاش یک خستگی وجود داره ولی اگه خسته شدیم از تلاش کردن باید چی کار بکنیم سلام رضا هستم از کانال یوتیوبی آلبالو در خدمتتون هر جای این کره خاکی و آبی هستین امیدوارم دلتون پر از سرسبزی بدون کینه و بدون حسادت به زندگی ادامه بده اگه از تلاش کردن اگه به نتیجه نرسیدن خسته شدیم چیکار باید بکنیم شماره یک استراحت کنید و با قدرت کامل برگردید یادتون باشه که برای انجام دادن تمام کارها دو حالت وجود داره یا باید خودتون رو شارژ بکنین و وایسین دوباره را بیفتین یا نه باید نفراتی باشن که به شما کمک بکنن اگه خودتون تنها هستین باید بدونین که برای ادامه راه نیاز دارین که وایسین گاهی وقتا این ایستادن باعث میشه که هم چک بکنین که تا این لحظه چه کارهایی رو انجام دادین چه کارهایی درست هستش حتی گاهی شاید مسیر رو باید عوض بکنین شماره تو اگه خسته از تلاش کردن هستین یادتون باشه که اهدافتون و قایت نهاییتون رو به یاد بیارین چرا که همه کارها برای اون قایت نهایی اون اهداف و تمام آنچه که در نتیجه قرار هستش به دست بیارین داره انجام میشه قرار نیست بدون خستگی قرار نیست بدون اینکه لح لح نزنین به آخر نرسین باید اون خستگی رو احساس بکنین اتفاقا وقتی که خسته هستین یعنی به آخرا به اهداف و به اون آرزوهایی که چیدین نزدیک دارین میشین پس خستگی یعنی اینکه یک قدم نزدیکتر به اهدافی که براشون برنامه چیدین شماره سه اگه خسته از تلاش کردن هستین یادتون باشه اون برنامه‌ای که تا حالا چیدین رو یه بار از ذهنتون از فکرتون روی کاغذ بگذرونین شاید یه هاشیهی وجود داره شاید یک فاکتوری وجود داره یک عنصری وجود داره که باعث میشه انرژی شما بیشتر از اونی که فکر میکنین گرفته بشه و این هم باعث میشه که خسته بشین شماره چهار اگه خسته از تلاش کردن هستین امکان داره با مشکلی روبرو شدین که اگر اون مشکل رو نتونین حل بکنین به هدفم نرسین در خیلی از مواقع این مشکلی که باش روبرو رو هستین اگر حل نشه باعث میشه که از کل پروژه از کل هدفی که گذاشتین منصرف بشین پس مشکل رو شناسایی بکنین این گزینه با گزینه قبلی که حاشیه داشتن بود فرق میکنه مشکلی که باید حل بشه تا بعد بتونین ادامه بدین حاشیه چیزی هستش که فقط انرژی شما رو بیشتر داره میگیره ولی مشکل وقتی که شناسایی میشه مشکل کوچیک یا بزرگ فرقی نمیکنه بعد از شناسایی شدن خیلی راحت میتونید مشکل رو به مشکل های کوچیک در قسمت بکنین و از جایی که فکر میکنیم باید شروع بکنین شروع بکنین به واکاوی مشکل و بعد ادامه بدین بدون خستگی شماره پنج اگه خسته از تلاش کردن هستین به مسیری که تا حال اومدین نگاه بکنین ببینین چند درصد از وقتتون و انرژیتون رو گذاشتین و چند درصد از پروژه رو داری نهایی میکنین این هستش که به شما انرژی بیشتری میده تا ببینین که به چه شکلی باید بهتر ادامه بدین شما در انجام دادن یک پروژه شما در انجام دادن و رسیدن یک هدف اگر نتونیم به پشت سرتون نگاه بکنین و بگین که چقدر راه اومدم و چقدر مسیر رو پیمودم هیچ وقت نمیتونین به آینده نسبت به آینده تصویری داشته باشین پس یادتون باشه تمام فاکتورهایی رو که در حال حاضر در عین حال در پروژه وجود داره در هدف گذاری در هدف رسیدن وجود داره و تمام آنچه که از گذشته دارین یعنی وقتی که صفر شروع کردین و تمام آنچه که از آینده میتونین داشته باشین رو در یک جا جمع بکنین و بعد ببینین که یک تصویر کلی چقدر زیباتر به نظر میرسه مطمئن باشین رسیدن به هدف اونقدر شیرین هستش که این خستگی هایی که داریم ازش صحبت میکنیم بعد رسیدن تحقق یافتن اهدافتون آرزوهاتون بسیار ناچیز خواهند بود امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه اگه شما هم دوست دارین از یوتیوب درآمد داشته باشین لطفا روی لینک رو کلیک بکنین ویدیو رو لطفا لایک بکنین با دوستانتون به اشتراک بگذارین کانال رو سابسکرایب بکنین یادتون نره که روی اون زنگوله کوچیک کلیک بکنین تا از ویدیوهای بعدی من خبردار بشین خیلی دوستتون دارم شب و روزتون خوش فعلا خداحافظ